بیننده تلویزیون امید 24 هستیم. همونطور که وعده کردیم جناب استاد سید بسود بدخش استاد دانشگاه در خط تلفن با ما هستن. استاد برای شما سلام تقدیم میکنم. جناب آقای خالص سلام علیکم، امیدوار هستم که به سلامت بوده باشین، همچنان با دوستان و کسانی که شما و ما را میبینن و میشنون هم عرض سلام و احترام دارم. سلامت باشین، شما در خدمت من هستم جناب آقای خالص. خواهش سلامت باشین استاد. من دو مسئله رو میخوام امروز از شما بپرسم. در بخش اول در رابطه با جوانان که به اصطلاح تبلیغی هستند، تبلیغ میکنن و به این خانه میرن، به این بازار میرن، به این دکان، در این رابطه میخوایم که نظر شما رو داشته باشم که تا چی اندازه اینا میتونن فعالیت داشتن، در کجاها میتونن فعالیت داشته باشن و آیا باعث جنجال هم میشه بعدن مثل تبلیغ یا نمیشه. دوستان نظر شما رو داشته باشیم استاد. تشکر جناب آقای خالد. بسم الله الرحمن الرحیم، محمد و صلی الله رسول کریم، ربی یسر و لا تعسر و قل ربی عقل المفل السد و اخرج المخرج السد و جعل من لدنک سلطانا نصیرا. جناب آقای خالد سوال بسیار عمیق و جرفی را مطرح کردین و یکی از دغدغه‌های بزرگ همه ما و شما امروز همین پرسش است که گروه‌هایی که امروز در جهان اسلام مطرح شدن حداقل در 100 سال اخیر که اینا به عنوان جماعت تبلیغ، ما بسیار کوتاه فشرده می خواهیم که به پیشینه اینا یک اشاره داشته باشم که تا دوستان بدانن که جماعت و تبلیغ از کدام پیشینه برخوردار است و از کجا نشد کردن. تا یک معلومات کوتاهی هم باشه، جماعت و تبلیغ قراری که در تاریخی از اینا آمده، اینا در سال 1305 در میواتی که در 3 کیلومتری دیلی یک منطقه است، اینا ایجاد شدن توسط یک فردی به اسم مولانا یا مولوی الیاس که این آدمی بوده که بنا به معضلات و پیچیدگی ها و مشکلاتی که در شبه قاره این بوده که در سال 1857 چون همون تشکلاتی سیاسی و دینی و اعتقادی را چون انگلیس ها سرکوب کردن که پیروان شاه ولی الله بوده، بعد نو خاموشی و رکود و گپا آمده تا یه آدم در 1305 یک جریان را زیر نام جماعت و تبلیغ ای ایجاد میکنه و یه آدم تا سال 1323 زنده بوده، تقریبا 18 سال جریان را رهبری میکنه و بعد پسر زیمه به نام محمد یوسف او هم تقریبا 23 سال جریان را رهبری میکنه. خب مجموعا تا سال 1376 یعنی 71 سال این جریان رهبری میشه توسط امی آدم، پسری از یادم به کسی به اسم مولانا انعام الاحسان که یادم جریان رو پیش بودن. بعد از سال 1376 این جریان به طور دوره‌ای و شورایی رهبری میشه که رهبری مشخصی ندارن، شوراها دایر میکنن و کمک تشکلشان بیشتر میشه، کلانتر میشه، گسترده تر میشن، جهانی تر میشن و بیشتر که در اول تشکل از اینا بود در هند بود، بعدا با بنگلادش رفت، با پاکستان آمد و امروز جهانی شدن. امروز جهانی شدن و یکی از مراکز بسیار عمده و منسجم از اینا لندن است در انگلستان و متاسفانه یکی از مراکز بزرگ دیگر از اینا در کانادا است. در این شکلی نیست که جریان از یک هستی بسیار کوچک آغاز شد که هدفشان اصلا هدف نیک بود، هدف درست بود، اما آهسته آهسته اینا مقررات رو برای خود وضع کردن، قوانین رو تدوین کردن. هم اصول ششگانه جماعت و تبلیغ است. اینا یک اصول رو وضع کردن به نام اصول ششگانه جماعت و تبلیغ که کوتاه کوتاه به دوستان معلومات باشه که مسئله کلمه بود، مسئله نماز بود، مسئله دعوت و تبلیغ است، مسئله اکرام و احترام و انسان بود که پای بدی نبود، مسئله اخلاص بود و مسئله ذکر و علم بود. این اصول مثلا ششگانه را مطرح کردن بر اساس امی یک فرایندی را زیر نام جماعت و تبلیغ ایجاد کردن و در اهدافشان هم آورده بودن که ما فرقه عمل نمی کنیم، اختلاف ایجاد نمی کنیم،
و کار میکنیم که بیشتر که جوان ها را به طرف اخلاق و مکارم و دین و علم و ذکر و نماز و از این قبیل حرف ها. اما استایست ما دیدیم که این عدول کده، از مسیرش عدول کده، چون وارد جریانای شدن و جریانات واردی از اینا شد و اینا گفته بودن که ما در سیاست دخیل نمیشیم، ما با فرقه ها کاری نداریم، فرقه سازی نمی کنیم، اهل تکفیر نیستیم. بالاخره در گذشت زمان و به مرور زمان دیده شد که اینا وارد جریانات سیاسی هم شدن، اینا جریانات تکفیری هم پیدا کردن و جریانات تکفیری با اینا همکاری کردن، بعدا اینا با دیوبند همکار شدن، با جریان دیوبندی ها یا مدرسه دیوبند که در 1284 تشکیل شده بود با اونا همکاری کردن، با مولوی قاسم. خلاصه اینا در مجموع بالاخره با سلفیت همکاری کردن، یک تبانی هم با سلفیت پیدا کردن. حتی ما دیدیم که در طول تقریبا 96 سال عمری که اینا داشتن، اینا در یک تبانی با بخشی از سلفیت سعودی، بخشی از دیوبندی ها و خودشان، اینا وارد جریانایی شدن که نباید میشیدن. اینا مطابق همو اصولشان اینا باید بی‌طرف میبودن، فقط تبلیغ میکردن، فرقه بازی نمیکردن، داخل سیاست باید نمیشدن. اما از این عدول کردن رفتن اینا دست در جاهای با همکاری گروه های دیگه دست با تکفیری بعضی از فرقه های مذهبی زدن. حتی از اون مسیرشان که صد نرم و آرام و عدم خشونت بود، به طرف جاهای به طرف خشونت اینا کشانده شدن. خب به هر حال اینا امو مسیری را که خودشان ساخته بودن کم 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 متاسفانه از او عدول کردن و اینا در امو به اصطلاح برنامه عملشان یا به اصطلاح امو آیدنامه که دارن که باید چی بکنن، اینا به این گونه هست که اینا باید سال یک بار برای 40 روز به اصطلاح اجرت بکنن برای دعوت، یا حداقل سال 4 بار. اینا باید قیافه و علایم مشخص داشته باشند، باید موی خود کم بکنند، باید ریش خود دراز بگذارند، لباس دوران صحابه را بپوشند، غذای کم بخورند، مساجد را به عنوان مراکز خود انتخاب بکنند، رئیسی به اصطلاح اون که در رأس خود یک امیر باید داشته باشند، امیرشان باید تا وقتی که زنده است، تا وقتی که از جهان میره باید او هم امارت از یورا داشته باشد، گروه های ده نفری باید تشکیل بدن. و سراسری اول خود تلا در شبه قاره هند بود، پسان اینا جهانی شدن، به 80 کشور اینا سفر میکنن و اینا اهدافشان اما اهدافیست که مطابق اصول ششگانه، اما ما میبینیم که او رعایت نمیشه، او رعایت نمیشه. و متاسفانه یک مشکل دیگه که در این جریان هست اوی هست که سواد به این بسار مطرح نیست، که نگاره میگه برای تبلیغ میره و برای دعوت میره و حداقل یک آدمی باشه که تحصیلات عالی داشته باشه، در مسائل روز بدانه، در مسائل علم دین باید بدانه، این پیش از اینا مطرح نیست. فقط همه قدر که مسلمان باشه که مبادی بیسیک دین را بدانه و او میتونه که عضوی از اینا شود و دعوت و تبلیغ کنه. و همی خاطر هم هست که مشکلات ایجاد شده و یکی از مثلا دشواری هایی که امروز فرارایی گروه هست همیست که اینا وقتی از میان جوانان جلب و جذب میکنن برای تبلیغ میفرستن، اکثرا اینا دارای فهم دینی نیستن، تحصیلات عالی ندارن، اکثرا اینا برداشتایشان بسیار ابتدایی و بیسیک است از دین و بخاطر هم است که مشکلات خلق میکنن در جریان دعوتشان، هم برای خودشان هم برای جامعه. و این جریان مورد سوء استفاده متاسفانه قرار میگیره. ما مثالاش در تاریخ همین خود از ایران فشرده دادم میتونیم که حتی ذاکر حسین وقتی که رئیس جمهور هند شد یکی از زمینا بود که وارد سیاست شد. نواز شریف، پدر نواز شریف، امی برادر نواز شریف از امی جریان است. او محمد طارق رئیس جمهور پاکستان شد از امی جریان است. اینا در میان ایسای و ارتش و فوج پاکستان بسیار نفوذ دارند. بسیاری از افسران عالی رتبه و میان رتبه ای که در ارتش و ایسای است مربوط امی جماعت و تبلیغ است و یک رابطه بسیار ناگسیستنی با صدفیت سعودی دارند. و دیگه مشکلی که جریان داره که منابع مالی از اینا قطعا شفاف نیست. منابعی که اینا از او دریافت میکنن تا فرنی شفافیت نداره. اینا وقتی که کنگره خود در 2000 در بنگلادش دایر کردن و در پاکستان دایر کردن، در بنگلادش 2 میلیون نفر در کنگره از اینا هم همایش از اینا اشتراک کرد، در پاکستان 1 میلیون نفر. سوال بزرگی است که این منابع مالی از کجا میاد؟ تمویل غذایی از جای از
انتقال از این سفر از اینا، اینا پول کار داره، مصارف کار داره، از کجا میاد؟ این سوال هاییست که فرارای جریان جماعت و تبلیغ وجود داره. دیگر در رابطه با جماعت تبلیغ به نظر من همه قدر یک پیشینی کوتاه کافیست و الا اگر نه میتونستیم که با جزئیات وارد شویم، با دیتیل از اون میگذاریم، فقط که یک معلومات مختصر در مورد همین جریان برای دوستایی که میشنوند. اینا رو میگیم که اینا از کدام وسایل باید استفاده بکنن، یک سوال شما بود که اینا میتونن. مشکلی دیگه ای که فرارا ایناست همین قوانین خود از ایناست که دست پای خود از یارم گرفته، اما رهبر اصلی از اینا، بنیانگذار از اینا مولوی الیاس، او قطعا مخالف ازی بود که از ابزار و وسایل پیشرفته برای تبلیغ و دعوت در راه اسلام استفاده شود. فقط او منظورش بود که کوچه به کوچه برین، خانه به خانه برین، شفاهی دعوت تبلیغ بکنین. و هر گونه افرادی که با شما فقط حاضر میشه به دعوت و تبلیغ شما جمع میشه، شما او را بپذیرین ببرین. و این کلاتن پرابلم است که امروز فرارای از اینا هسته، گرچه بعضی تعدیلات اینا آوردن، بعضی تعدیلات آوردن و کافی نیست. و بعضی خاطر هم است که جماعت و تبلیغ اکثرا از ابزار و فناوری پیشرفته امروز استفاده نمیکنه. و این کلانترین به اصطلاح جنجال هم برای خودشان خلق کردن، هم برای جوامع اسلامی خلق کردن. پشت دروازه های مردم میرن، پشت خانه های مردم میرن و در جاهایی که اصلا نباید براون میروند. اصلا جایی است که ممنوع است برای تبلیغ، برای ابلاغ دین، او اصلا ممنوعیت داره. اینا در اونجا میروند، مثلا اینا پشت نایت کلاب ها میروند، در پشت کم جایی که جای خوب نیست اصلا اونجا میرن. و این سبب میشه که مثلا ایجاد متکدل و مثلا تنش ایجاد میکنه. سرانجام سبب میشه که ما میبینیم که حتی متاسفانه منجر به ضرب و شتم و قتل و ایگپا میشه. و این مسئول همی تفکر است که اینا از ابزار و فناوری پیشرفته برای دعوت و تبلیغ استفاده نمیکنن. ما از لحاظ دینی در رابطه با یکی شما سوالتون بود که اینا چقدر مشروعیت دارن، چقدر میتونن این کار را بکنن. در اسلام همو چند آیه مبارک است که دو آیه در سوره آل عمران است که خداوند اونجا میفرماید که از میان شما باید ولتا کن من کن امتن، یک کس گروه از شما باشد که امری به خیر بکند، امری به کارهای نیک بکند، مردم را از کارهای بد به اسلام مثلا جلوگیری بکنه، تبلیغ. اما این به این معنی نیست که هر کسی میتونه این کار بکنه و هر کسی میتونه هر چی که خودش خواست قوانین وضع بکنه، مقرره وضع بکنه و دست به این کار بزنه، چنانی که اینا این کار را میکنن متاسفانه. یا جای دیگه خداوند میگه شما بهترین امت هستین که ما شما را انتخاب کردیم، شما هم به معروف میکنین نه از منکر میکنین. این هم شرایط خاص خدا داره، هر کس نمیتونه گیر رو بکنه. متاسفانه اینا رعایت نمیکنن گیری از اینا و این سبب شده که اما به اصطلاح علتی به اصطلاح امروز هم که مبحث ما شما همی است که چرا جماعت و تبلیغ از میان کسای افراد خدا استخدام میکنه که اینا اکثرا جوان هستند، پخته نیستند، تجربه ندارند، مجرب نیستند، تحصیلات بالا ندارند، فهمی و فقاهت بزرگ دینی ندارند و از فرهنگ و از ثقافت عالی برخوردار نیستند. و اینا سبب میشن که خانواده ها را متاسفانه به غم و به اصطلاح از دست دادن فرزندانشان بشنن. و شما هم شاهد هستیم جناب آقای خالد در طول زندگیتان، ما هم شاهد هستیم که اینمی جریانات به این فرایند متاسفانه سبب شده که بسیاری از جوانان حتی میان سالها قربانی شوند. متاسفانه من خودم شاهد هستم، ده ها بار من میتونم شهادت بدم که افرادی حتی بالای سنی 50، 40، 60 و با این جریان همگام شدن، متاسفانه یا کشته شدن یا دیوانه شدن یا خانه خود ترک کردن یا خانواده خود از دست دادن، مشکلاتی بسیار به جامعه خلق کردن. حتی در این جایی که ما شما هستیم، کشورهای اروپایی، امریکایی، کانادا، امثال هم شما هم شاهد هستیم، ما هم شاهد هستیم که این جریانات سبب یک نوع بسیار چی شده؟ تقابل شده متاسفانه، به تقابل شده و این تقابل متاسفانه سبب قتل و ضرب و شتم و بسیار خطرات دیگه شده که حتی ما در این روزای نزدیک شاهد یکی از این بودم که این اتفاق افتید. و این سبب شده که این جریان متاسفانه از میان جا
جوان ها اما اهداف خود انتخاب بکنه و اصلاح شکار خود بکنن و ای از یک طرف که متاسفانه جوان ها را ساق میکنه، از یک طرف دیگه یک خانواده را دچار یک نوع مشکلات بسیار کلان ساخته. و ما به عنوان یک کسی که دین را میشناسم و با دین کمک آشنایی دارم، این نوع تبلیغ و ترویج برای دین اصلا نه معقول است، نه منطقی است، نه دینی است، نه علمی و نه عاقلانه است. شما از وسایل پیشرفته امروز استفاده نکنید، در حالی که پیشتر شما سوال کردن در کجا و کدام مکان اینا میتونن که تبلیغ بکنن، اینا امروز با قدر کافی وسایل در اختیار از اینا هسته. تلویزیون رسانه‌ای که در اختیار شما هست، ما هست، همین شبکه های اجتماعی که امروز در اختیار از اینا هسته که با عناوین مختلف، امروز این رادیو که در اختیار از اینا هست، امروز این همه مثلا نشریاتی که در اختیار از اینا هسته، اینا از یکی از اینا استفاده نمی کنن. هنوز اینا با مراوش های بسیار کنه و فرسوده به اصطلاح میرن پشت خانه مردم و اینا نه تنها که خود اذیت میکنن، سبب اذیت دیگرا هم میشن. دیگه به نظر ما ای از دیازی بفرمایید. اینا خب به هر حال میگن که ما میریم یک وظیفه دینی خود انجام میدیم، تبلیغ میکنیم، اما تبلیغ بعضن اتفاق میفته جایی میرن که مثلا خانه یک کسی میرن که از اونا که مسلمان تر است و اینا خوب میفهمن که این آدم خانه یک مسلمان، ولی باز هم میرن میگن ما وظیفه خود انجام میدیم. آیا مزاحمت نیست؟ بیشتر شما که چی توضیح دادیم؟ کاملا جناب آقای خالد مزاحمت است. یعنی خودی ما در خانه چندین بار به خانه ما آمدن، 10 نفر 12 نفر دروازه را زدن بدون از اینکه اجازه بدین وارد خانه میشین. یک بار ما شما را میبینم میان 10 نفر 12 نفر، شما باور کنید یک بار در حدود 12 نفر خانه خود ما آمدن. ما ساد بسیدترین مسائل دینی را از مکلان از اینا پرسیدم، اینا نمیدانستن، اینا نمیدانستن و بعد شما گفتم شما چرا مزاحمت میکنین، شما ابتدایترین مسائل دین را نمیدانید، مبادی دین را نمیدانید و شما مین به عنوان تبلیغ این کجای از به نفع خودتان است و به نفع اجتماع است و شما اکثرا پشت خانه ما سما خود دو. و این در دین نیست، این رقم تبلیغ. بابا شانم گفتم که این خانه ما چند بار آمدن، ما برشان گفتم که در دین هم نیست که تو شما پشت خانه های مردم برین سبب اذیت و آزار خانواده ها شوین، این کار نکنین. مساجد هست، شما در مساجدی کار را بکنین. شما اگر بسیار میخواین که مسائل دین را چاپ دارین که انجام بدین، شما بگیرین سالونا را بگیرین، کنفرانس ها تشکیل بدین، کنفرانس ها را مساجد را بگیرین. اول مساجد جای بسیار خوب است، مردم را دعوت بکنین، از طریق فضای مجازی مردم را دعوت کنین، از طریق رسانه ها دعوت بکنین، در نمازهای جمعه اعلامیه‌تون را بدین، مردم را بخواین، مردم میان میشینن شما بین بر مردم تبلیغ بکنین. اما شمایی که در خانه مردم میرین، در کوچه میرین، حتی شما در پشت نایت کلاب ها میرین، شما در پشت کازینو ها میروین، شما در جای میرین که اصلا اوجا از لحاظ شرعی ممنوع هست رفتن و دعوت کردن، اوجا اصلا حق نداریم ما بریم به جایی که اصلا اوجا جایی است که احتمال برخورد است، احتمال قتل است، احتمال جنگ است. شما اون وقت اتفاق هم افتیده متاسفانه ده ها مثال شما دارین و ما داریم و این می گروه فعلا نمی کار را می کنن. ما نمی دانم که با کدام زبان ما با اینا گرد بزنیم. ما مخالفت با اصل تبلیغ و دعوت نداریم، اما تبلیغ و دعوت از خود اساسات داره، از قوانین داره و باید برای یک اصولی انجام شود، نه که هر کس بیاید و پشت خانه هر کسی برای و در بازار و مغازه و دوکان و چمن و پارک و هر جایی که ببینه ما دعوتگر هستم شما را دعوت میکنم. و بخصوص که اینا سربازگیری خود از نسل جوان میکنن و ما در تورنتو این مسئله استاد البته است در کانادا هم است، دهه 90 شروع شده و خب ما هر جای شما در طریق تلویزیون نمیگم، ولی در کانادا هم این فعالیت ها بسیار زیاد است و بسیار کسایی که تا فارغ شدن از مکاتب اولین ضربه را به خانواده خود زدن، مادرهای خود اذیت کردن، خواهرای خود اذیت کردن، تلویزیون ها را شکستاندن، پرده های خانه را کشیدن، دیوارهای شیشه های خانه را رنگ سیاه کردن و جوان ها بسیار جذب میشن
بسیار جوانان رو ما دیدون که واقعا مردم های بسیار فعال بودن، کار میکردن زحمت، ولی آل بسیار مثل دیوانوار تا که میبینم که نه از دین شدن نه از دنیا شدن و زندگی شان هم از دستشان رفت، که این را به می اندازه اکتفا میکنیم. استاد استاد بحث دوم میخواییم با اجازه تان ادامه تان مگه شما صحبت دیگه در بابتن فقط یک بسیار کوتاه بر یک چند که بود سوال دیگه شما میخواییم در قسمت یعنی مسائل جماعت و تبلیغ به نظر من بهتر است که چون ما در یک جامعه های زندگی میکنیم و جوامی زندگی میکنیم که این نیاز به اسلام و تحقیق و پژوهش بیشتری داره که بیشتر به نظر ما کسایی که در رشته بشرشناسی فرهنگی تبحر داره یا تخصص داره در جامعه شناسی فرهنگی مسائل سایکولوژی و دموگرافی اجتماعی اینا بیشتر در این مورد میتونن که در این مورد به اصطلاح صحبت بکنن و موادی را که زوایای تاریک از این قضیه را بیرون بکنن که خانواده هایی که هنوز هم نمیدانن که در این قسمت اینا صدمه میبینن به اصطلاح انگشت گذاشته شده به نقاط مثبت و منفی دعوت و تبلیغ که تا این خانواده هایی که اولادای خود فرزندان خود میفرستن اینا بدانن که خطراتی هم یارا تهدید میکنه. یک ایده بسیار ساده لوحانه فکر میکنن که این جامعه اینمی جامعه آزاد است و ما هرچه که مثلا اولاد ما کرد و خود ما کرد هیچ مانعی برای ما وجود نداره. با نظر من کمک که اینا متوجه باشن که در این جامعه خطرات بسیار زیادی جوامی به اصطلاح که لیبرال و آزاد همین ما را تهدید میکنه. حداقل ما به عنوان یک کسی که کم و بیش با جامعه شناسی فرهنگی و بشر شناسی فرهنگی آشنایی دارم و دموگرافی اجتماعی شما باور میکنین بیش از 50 شمارگان است که جامعه را تهدید میکنه که 25 تا از این نسل جوان هدف گرفته. 25 شماره نسل جوان هدف گرفته از روزی که به مکتب میره تا سن 18. اگر پدر و مادر جامعه همکاری به یکدیگر نداشته باشن شما باور بکنین که این شمارگانی که جامعه را نسل جوان تهدید میکنه این با مراتب خطرش از جنگ است، از جنگی است که امروز رویاروی وجود داره. اگر حال ما وقت شده داریم چون فرصت کم است که ما نام بگیریم پدر و مادر هم قمی خونه که اولادش هم موتر نزنه اوجا نره حلال و حرام بدانه و نهایتا اگه مسائل جنسی را متوجه است اما نمیدانن که با مراتب بیشتر از این شمارگان است و خطرات و تهدیدها است که فرزندان شما را تهدید میکنه. او باید توسط اینمی دسته ای را واعظ نمیدانه، خطیب نمیدانه، متاسفانه مفتی و ملا نمیدانه، این بحث های تخصصی و علمی و جامعه شناختی و روانشناسی و انتروپولوژیک است و حتی اتنوگرافیک است که اینا را متخصصین بیاین که لطف کنن با شما همکاری بکنن در این رسانه یا را روش انگشت بگذارن که اگر ما دسته به دسته هم نتیم این نقاط آشکار نکنیم شما باور بکنین که اولاد و فرزندهای جامعه شکار نه تنها جماعت و تبلیغ او بیست و چند مورد دیگه هم میشه و اونموست که باز میبینین که یک روز فرزند از این در اونجا صدمه میبینه فرزند از اون در فلان جا از بین میره و هر روز ماتم است، سر قبر رفتن است، سر گور رفتن است، ختم است و فردا باز فراموش میشه، باز دیگه کشته میشه، باز فراموش میشه. خب این متاسفانه یک بلایست که روان است دیگه. این بلا رو باید جامعه هم کاری بکنه، متخصصین هم کاری بکنه، مکاتب هم کاری بکنه تا جلوش انشاءالله گرفته شوه. در سوال دوم شما انشاءالله تشکر استاد. فقط میخوایم یک توضیح بتم در صحبت شما که ای عرفایی را که در آخر شما گفتین برای تغییر و ای که باید دانشمند های فعال شوند متاسفانه که ما به می خاطر در کانادا عقب مانده ترین تمام کمیونیتی ها هستیم که ما برای تغییر زندگی کار نکردیم. در سیاست بسیار فعال هستیم،
در بسیار گفای دیگه بسیار فعال است، ولی در مهمترین اصل که ساختن زندگی ماست، در این ما بسیار به اصطلاح بی توجه هستیم. و در این مورد اگر ما از کسی تقاضا میکنیم، بسیار مورد شده استاد که ما از صاحب نظرات تقاضا کردیم که در این رابطه بیاین صحبت کنین، نظرتان رو بگین، جامعه رو تغییر بدین در رابطه با مشکلات خانوادگی، مشکلات اولادداری، هر کدام از یک بحث‌های نیاز داره. اما جوابشان همین بوده که در برادر در این مملکت کلگی دنیا دنیای پول است، ما وقت برای این کارا نداریم. اما دیگه کمیونیتی ها را که میبینین وقت دارن، زحمت میکشن، روشنگری میکنن، جامعه خدا برای راست رهبری میکنن و دستاوردهای بسیار خوبی دارن. امیدوار هستم که همین صحبت هایی که شما کردین، تذکری که ما دادیم، برای بسیاری یک اشاره باشه که تکان بخورن، حداقل اگر دوست دارن که فرداها ما هم به نیس نسل افغان مهاجر در اینجا باشیم، یا ای که اگر دوست دارن که زوج شویم چند سال بعد، مسئله جداست که برای زوج شدن هم زود فکر میکنم اونقدر ما چی نداشته باشیم. به هر حال یک استاد، در این چند روز طالب ها اداره امر به معروف و نهی از منکر هر روز برای مردم مشکل آفرین میشن، هر روز فرامین صادر میکنن. من در اول برنامه گفتم که حکومت کمونیستی وقتی که آمد، نورمحمد ترکی بیکار که میشد، یک فرمان یک و دو تی تا فرمان هشت صادر کرد که بالاخره اون فرامین سرخور سرشان شد. و حالی اینا هم مانند همون دوره فرامین صادر میکنن و مردم در قوطی جات کرده میرن، حتی از ریش مردم گرفته تا امام مردم، که اینا میخوان که در امام هم مردم برن چک کنن که چه قصه لباس دارن، امام زنانه چی باشه. این چیزا استاد، یعنی مردم از دین فرار نمیته، دین ستیز نمیسازه مردم. که شما نظرتان چی هست؟ ما کاملا با شما موافق هستم. پیش از اینکه جواب این سوال شما را بدم، به ادامه بحث قبلی اما قدر میگم که یکی از ویژگی ها و خصلت های کشورهایی که به اون مثلا جامعه میزبان و اسلام افرادی را بیرون از خودش در اونجا میاره، یکی از ویژگی های از او امتصاص است، یعنی جذب است، که بیشتر شما را میاد کردین و قدرت جذب و امتصاص از او است که غیر از اینکه تحول پذیری داره، تغییریابی داره، قدرت اقتصاد داره، توافق و عدم توافق داره، یکیش هم مسئله جذب و امتصاص هست که شما پیشتر به اشاره کردین. میم سر سوال شما که به این قسمت ما همی بسیار کتا از لحاظ دینی باید اشاره بکنم که طالبات چون امور روکش و به اصطلاح کسوت دین متاسفانه به چهره خود کشیدن که او را مردم متاسفانه عوام جامعه بازی میخوره، اما نخبه و الیت جامعه میدانه که گپ چی است. خداوند میخونه که یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خداوند اراده آسانی و شما داره، نه اراده سختی. و ما از روزی که همین 27 سال است که همین جریان مثلا نیابتی استخباراتی وقتی که تشکل یافته توسط همین قدرت هایی که امروز پیشتر شما از یاد کردین که یک روز مسیر رن او را برای تعاملش نسخه میده و یک روز کسی دیگه، و اینا همین را ساختن، اینا را متاسفانه به این شکل ساختن. و این مدارسی را که یک روز دیگه هم اگه یادتان باشد در رابطه با نوروز ما و شما بحث داشتیم، این 5000 مدرسه را که نصاب تعلیمیش امریکایی ها میده، 2000 مدرسه را که انگلیس ها میده، 7000، 23000 مدرسه را که سلفیت سعودی پول پرداخت میکنه، اینا مفت به اصطلاح پول پرداخت نمی کنن. این هزینه ای را که اینا انجام دادن تقریبا 30000 مدرسه است. 30000 مدرسه تولیدات فراوردش و همینا هستن دیگه که امروز اینا به 80 کشور صادر میشن. و اینا باید همین کارا را بکنن دیگه. اینا اگر دیگه نکنن دیگه اینا چی دارن دیگه؟ اینا خب فقاهتی از دین ندارن، فرهنگ و ثقافت اسلامی را اینا اصلا بوی نمیبرن. یکانه چیزی که اینا برشون نصحه داده میشه این همیست که سخت بگیرید، مردم را اذیت بکنید، در حالی که پیغمبر خدا میفرماین که یسر و ولا تعسر، با مردم آسان بگیرید، سخت نگیرید، بشر و ولا تنفر، با مردم مجدی کارای نیک بودین، سعادت برای مردم بیارین، آبادانی برای مردم بیارین، تنفر ایجاد نکنین. اما ما امروز میبینیم که حداقل همین زیاد از همین ده ها حدیثی که از پیغمبر گرامی اسلام
صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده، یکیش خوی نمی است که شما آسان بگیرین، سخت نگیرین و مردم مجده نیکو و کارهای احسن بتین، تنفر ایجاد نکنین. ما از این 27 سال از این جریان ای یا شبیه تنها اینا هم نیستن جناب آقای خالد، قبل از یک جریان دیگه بود به نام گلبدین، شما دیدین که او با مراتب از ذکر نفرت ایجاد میکرد. همین جریانات تند و افراطی و اکستریمیست را که امروز ایز با تحریر کال پشت عقب از اینا میایه، یا گروه های دیگه که امروز از اینا هستن، اینا گروه های هستن که فقط نماد خشونت از دین هستن، نماد خشونت از دین. ما خود در از اینا صلح هم نمیبینیم متاسفانه. 27 سال است که ما بعد اقل 27 سال است که همین گروه تشکل یافته توسط بیرونی ها، و قبل از او جریان بعدیش که گلبدین بود، ما خود دیدیم بجز خشونت ما قطعا از اینا رفعت ندیدیم، از اینا مثلا نیکی را ندیدیم، از اینا خوشی را ندیدیم. و اینا در اصل با اسلام هیچ سنخیتی نداره، این در تناسب با اسلام نیست، بجز از اینکه هرچی که اینا ادامه میتن به ضرر اسلام است، به ضرر مردم است. و پیغمبر خدا میگه که ما مبعوث نشدیم که با مردم رنج بیارم. یک حدیث است، ترجمه یک حدیث است، میگه ما مبعوث نشدیم که تو با مردم رنج بیارم و زحمت به تو مردمه، ولی ما مبعوث شدیم که با مردم میگه خوبی بیارم، تعلیم رو به تو معلم باشم، مکارم اخلاق رو داشته باشم. اما ما حالی میبینم اینا مبعوث شدن که با مردم رنج بیارن، درد بیارن. ما نمیفهم که اینا از کجا میگیرن همی بیسی همی کارهای خوده، یا این مبانی کارهای از اینا کجا هست؟ هر کار یک مبنا داره، یک مبانی داره، منابی داره، از اینا مبانیشون کجا هست؟ در دین خود نیست. ما در قرآن خود قطعا نمیبینم. قرآن میگه که شما به مردم خوبی بکنین و احسن، شما به مردم نیکویی بکنین. آیه قرآن است که ما حسن الله بسید که خدا به شما نیکویی میکند، شما مردم آسان بگیرید، سخت نگیرید. این قرآن میگه. یا جای دیگه قرآن میگه که بعد از اینکه خدا را میپرستین، اطعمهم من جوع، شکم مردم را سیر بکنین، و آمنهم من خوف، و او را از بیامنی نجات بتین. حال شکم مردم گرسنه، خوف خوینا به حد علای خود رساندن. حال قرآن میگه که بر وقت بعد اینکه فلیعبدوا رب هذا البيت، بعد از اصلا پروردگارتان که شما عبادت میکنین، دو کار باید بکنین، حتی آمن هم من جو و آمن هم من خوف. اینا نه تنها که نان برای مردم نمیتن، خود نان مردم هم میگیرن، نه تنها که خوف هم شونه میکن، خوف ایجاد میگی. خود زد قرآن از جناب آقای خالد، اینمی آیه مبارکی را که به شما هم بیار خانم در سوره قریش است، همی خوب مکمل مخالف همی دو آیه مبارک است. همی ما خود دیگه در این حدیث با این مخالفت داره، آیه مبارکه با این دارد. و این فراد جمعی جریان زندگی پیامبر در مدینه منوره جریان حکومت است، این حکومت تشکیل شد، پیامبر لیدر بود، پیامبر بود، حاکم بود، رئیس جمهور بود، هر نام اکثرش میمانه، یک حکومت تشکیل داد. ما همین رقم نمونایی را که امروز در این جاست ندیدیم که پیامبر امر کرده باشه که فلانی ریشش مطابق دستوری من است، ریش از او را کوتاه بکنین و او را دره بزنین و برین در بازار مدینه، هر کس که ریش نداشت او را دره بزنین. شما در تمام دوران سیرت پیامبر پیدا کرده نمیتونی که پیامبر یک نفره دره زده باشه که یا ریشش کوتاه است یا ریش نداشته باشه، یا لباسش فلان رقم است، چی زن چی مرد. ما تعجب میکنم، من یاد اگر چند اجازه شما باشه چند نام از زنای دوران پیغمبر هم میگیرم که زنا این زنها هم در بازار بودن، هم در حکومت بودن، هم در جنگ بودن. آلینا زن را اجازه نمیتونن که حتی از دانشگاه ها کشیدن، از آموزشگاه ها کشیدن، حتی از وظایفشون از پیششون گرفتن. در حالی که ما روی سوال ما بمی مردم هست که شما اگر پیغمبر را باور دارین، اگر حقیقتا شما پیغمبر باور دارین و به دینی از که من باور دارم که اکثر شما ندارین، پیغمبر وقتی که آمد همین زنایی که موز من همین از کوتا فشارده نام چند تا ازیر میگیرم، اینا در زمان پیغمبر اینا کسایی بودن که هم در سیاست پیغمبر کار میکردن، هم در تجارت بودن، هم در اصطلاح جنگ میرفتن، هم پیغمبر مشوره میدادن، هم معلم بودن، هم متعلم بودن، هم مردم را درس یاد میدادن، هم خودشون درس یاد میگرفتن. مثلا ام سلیم یک زن
که این مادر بود 12 اولاد داشت. اما زنی که خودش یاد میگرفت یاد میداد. اولادای فرزند که خودش یاد میگرفت فرزندان خود دانشمند تربیت کرد. هم در عرصه دین غیر دین و هم در جنگ اشتراک کرد. و مثلیم تقریبا در 7-8 جنگ در کنار پیامبر بود، شمشیر میزد. امیزن در جهان جنگ بر ضد کسانی که علیه پیامبر میجنگیدن در جنگ های دفاعی نه تعرضی. یا مثلا ام اماره به اسم نصیبه، ام اماره یا نصیبه بنت کعب یک خانمی بود که این خانم 4 اولاد داشت، اولادای خودم کلان کرد. این خانم هم به عنوان نرس یا پرستار کار کرد، هم به عنوان به اصطلاح جنگجوی کار کرد، هم به عنوان یک مددگار اجتماعی کار کرد. ای هم در بازار کار کرد، هم در مدرسه و مسجد کار کرد، هم در بسیار بخشی که جنگ و غذا و ای اپا بود کار کرد. آیا پیغمبر نمیتونست بود که ام امارت و زن هستی برو در خانه بشی؟ چرا در کنار من میای در جنگ احد؟ چرا در کنار من میای در جنگ خیبر؟ چرا در کنار من میای در جنگ یمامه؟ در بخش در جنگ حنین؟ و حتی همین زنی ام اماره زنی بود که بعد از پیغمبر هم حتی ای در جنگ اشتراک در زمان حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان. این هیچ کسی مخایه مثلا ام جمیل یا مثلا از خانمهایی که عایشه خانم بود یا فاطمه بن قیس یا شفا که شفا در زمان حضرت عمر شهردار شد، این زنهایی است که امروز یا ام گلسوم، حتی اینا تنها سفر کردن، از مکه و مدینه آمدن، سفر تنهایی داشتن، حتی محرم نداشتن و سفر میکردن. اینا در تمام جوانب زندگی پیغمبر اینا در کنار پیغمبر بودن و یکی از اینام روی از اینا نقاب زده نبود، یکی از اینام به اصطلاح روحایشان پوشیده نبود، همه روحای از اینا باز بود. به دلیل که اینا مثلا نصیبه در جنگ عملا و مجاهدینی که زخمی میشد این تداوی میکرد، حتی گفته ایموز اگر ضرورت به اکسیژن میشد اکسیژن میداد، زخمای مردا را تداوی میکرد، آب میداد. همین رقم ام اماره، همین رقم ام سلیم، همین رقم گلسوم، همین رقم عایشه، هم تو فاطمه بن قیس، ام عطیه، اینا زنان هستن که تاریخ از اینا یاد کرده. آیا پیغمبر نمیتونست بوده که شما زنا برین در خانه تان بشینین فقط فرزندآوری بکنین؟ فقط وظیفه شما مادریست، دیگر رسالت ندارید. بزرگترین رسالت هم بسیار بزرگ ساختن فرزندانتان است. اما این همون پیغمبر 1400 سال در همون حالت عربستان سعودی همون شبه جزیره خشک بیا و بسیار علف، اما اون همون پیغمبر این همی زنا را رشد داد، اینا به کمالش رسیدن. نکنه زنهای پیغمبر که نامشان امروز در تاریخ ثبت است، زنانی که اینا خیشاوند پیغمبر هم نبودن، مثلا خوله بنت حکیم تا آخر در کنار پیغمبر باقی ماند، می جنگید، شمشیر به دستش گرفته بود، از پیغمبر در بازسازی می رفت، در بازسازی هم روی پیغمبر می رفت، اگر در خانه سازی می رفت، در خانه سازی می رفت، اگر پیغمبر در منبر می رفت، می رفت در مسجد، اگر پیغمبر در جنگ می رفت، می رفت در جنگ. یک روزم پیغمبر به این زن نگفت که تو کن، چرا در خانه نمیری؟ چرا مصروف زندگیت نیستی؟ آزادی برشان داده بود، آزادی عمل. از دیگه بی بود که پیغمبر آزادی عمل داد برای زنها، اختیار داد برشان، نگفت که شما بدون فرزندتان، بدون شوهرتان نمیتونین. این آزادی به پیغمبر برای زنها داد. شما نمونهش شما دارین دیگه، در منابر که پیغمبر گفت میداد زنها همیشه بودن، از پیغمبر سوال میکردن. امی ایمان از پیغمبر سوال کرد که چرا در این قرآن راجی به زنها کمتر آمده، بیشتر راجی به مرد است. این سوال آزاده از پیغمبر سوال کرد. امی اماره این سوال از پیغمبر کرد، گفت که یا پیغمبر، چرا در این کتاب قرآن که آیات که به تو نازل میشه اکثر مردانه است، از زنها کمتر یاد میشه؟ که متعاقب از او هم آیات که در مورد زنان بود باز میامد. اینقدر جرأت داشتن که از پیغمبر پرسان میکردن که چرا آیات مردانه است؟ آیا امروز مرد حقدار است آنی پرسان کنن که چرا آیات مردانه و زنانه است؟ بابا که گردنش هم میزنن. در اون زمانی پیغمبر قدر شامت زیر داشت که قصیه صدر داشت که آزادی را برای زن و مرد داده بود. این چیزایی که امروز جناب آقای خالی نام میکنن اینا داره، اینا اصلا بیسی شرعی بیسی قرآنی خو نداره. یک
بیسی محمدی ندارد دو دیگر دیگر غیر از هر چی کس هست ولی بیسی قرآنی محمدی ندارد ولی بنام شریعت سر جامعه مشکل کلان ما جناب آقای خالد مشکل آدمی به اصطلاح یک دانش کافی در کشور ماست فقر فرهنگی کشور ماست فقر سواد است جامعه متاسفانه بی‌سواد نگه داشته شد مطالعه کم بود مردم دین شفاهی یاد گرفتن دین هم قسم یاد گرفتن که همون چهار نفر برشان گفت و او هم دین خودش هم بوده کمی که از کسای قبل از او بوده یاد گرفته بودن که اصلا دین نبود که برای مردم دادن بسیار شما از شریعتی بسیار نقل خوب کردین که اینالو دینی را که او یاد گرفته برش آموزش داده شده او کاملا در تناقض است با دینی که شما میدانید دینی که ما به اصطلاح پرکتیس کردیم و از لابلای کتابا بیرونش کردیم این کاملا متفاوت است برداشت ما از قرآن برداشت شما از قرآن کاملا متفاوت است با برداشت از اینا برداشت از اینا از قرآن همیست که باید خشونت بکنی گردن بزنی آدم بکشی هر چی که میتونی شکنجه بکنی که تا تو در قدرت باقی بمانی این برداشت است این برداشت ما دیدیم دیگه در طول تاریخ بوده عمرا بوده حکما بوده همیشه همین کارو کردن متاسفانه دیگه استاد شما از خانمای قهرمان در صدر اسلام یاد کردین که اینا در غزوات حضور داشتن و هیچگاه هم حضور از اینا باعث تزلزل ایمان در بین مسلمانان نشد اما در فرمانی که اینا در قندهار دادن از طرف ماری اداره امر به معروف و نهی از منکر میگن که اگر بر موترها و اینا که شما اگر زنهای تنها را بدون محرم به جای انتقال میتین باعث فساد میشه آیا یک توهین بسیار کلان به طبقه نسوان افغانستان نیست به طبقه زنای افغانستان نیست استاد کاملا یک حد که حرمت است به کرامت انسان جناب آقای خالد لقد کرمنا بنی آدم خداوند بنی آدم کرامت داده یعنی انسان را چی زن چی مرد و خداوند امو اکرم انسان پیش خدا کسی است که متقی باشه چی زن چی مرد من یک سوال از اینا میکنم که امی حضرت ابراهیم خانم شه وقتی که آورد در یک جزیره به اصطلاح بیاب عرف گذاشت آیا کسی محرم داشت حضرت ابراهیم خود رفت بنا به وظیفه که داشت رفت ولی حاجر را اونجا رها کرد با مهاجر کی بود در اونجا این سوال همیشه باید اینا از خودشان بکنه که حاجر خود یک زن بود تنها با یک طفل که به اصطلاح خردسال اسماعیل بر یک جای رهایش کرد که تمام تاریخ به اصطلاح اسلامی و سیرت انبیا قرآن کل به اشاره میکنه و آیا اونجا پیغمبر نمیدانیست که زنش بدون محرم رها شده اونجا یا پیشتر من این صحبت ام گلسوم کردم ام گلسوم از مکه به مدینه 450 کیلومتر را پیاده آمد تنها آمد سفر کرد ام جمیل تقریبا تنها سفر کرد آیا اونا نمیدانستن به اونا هر مثلا که مورد سوء استفاده قرار بگیرن اینا واقعا به زن به مرد توهین اینا نتونه به زن جدا خالیده به مرد توهین میکنن شما باور بکنین اینا همین بی‌احترامی که امروز در برابر مردای افغانستان دارن در برابر زنای افغانستان داره اینا خب به این صورت بیسی دینی و شرعی نداره که اصلا بیس انسانی نداره اینا کدام منبعی که پشت سر از اینا هست اینا بر عزیز که ملت افغانستان ذلیل بسازن خوار بسازن ملت به حد بی‌شامت بی‌غیرت بسازن به حد به اصطلاح خوار بسازن که دیگه اینا قدرت نفس کشیدن نداشته باشن و من هیچ شک ندارم که پشت سر از اینا دستگاهی بسیار کلان استخباراتی نیفته است که این جریان رن میشه توسط از اونا و در 27 سال حتی به شمول گلبدین و گلبدین هیچ وقت استثناء نمی کنم جناب آقای خالد چون پیش قراول و پیش خیمه استعمار گلبدین بود گلبدین اولین کسی بود که باید امی امیار را انجام میداد حتی گلبدین کسی بود که بعد از پیروزی مجاهدین دستور داده بود که تمام زنان و مردان که در دولت قبلی کار کرده سر بزنین این دستور صادر کرده بود وقتی که من مصاحبه آقای نهایت الله طوفان از اعضای حزب اسلامی را شنیدم به اسمی نشگه گفت که دستور داد به حضور ما که تمام مردمی که در افغانستان کابل به خصوص زن و مرد هم میبینین گردن بزنین خو پیش خیمه و پیش قراول اینا و گلبدین بود که موفق نشد شکست خورد استعمار قدمی دومش پیش آورد
خدمه دومش اینا هستند. و در این شد ندارم که گپ شما کاملا دقیق است که شهنواز تنهی و جریان خلق و جریان بخصوص ما مثل شما باید به صراحت گپ بزنم، پشتونهای خلقی و پشتونهای پرچمی و خادستای مربوطی باند نجیب کاملا با اینا یک جا هستن و این روز نمی شکنجگاه هایی را که اینا دارن باور کنین که بدون شک توسط امینا چه میشه پیش برده میشه و اینا مردان شکنجه میکنن، آزار میکنن، آزار اذیت میکنن. چرا در غیر از خالد اسلام ها جناب آقای خالد ما میشناسیم، شما میشناسیم، این اسلام در 1400 سال در مملکت ما بود، یک عالمی در طول 1400 سال پیدا نشد مردم بگه که شما ریشتان کم است ما شما را دره میزنم. زن از خانه بیرون نشو، زن درس نخونه، زن به دانشگاه نروه، موسیقی حرام است، شما موسیقی نشنوین. این چیز ها رخ مادم 1400 سال بشاید به ده ها هزار عالم در مملکت ما آمد رفت، ما خود ندیدیم از علمای قبلی ما آیا اونا عالم نبودن؟ اونا دین نمیشناختن؟ یا امروز اینا کشف کردن چیزهای جدید رو در اسلام که ما قدرتش نداشتیم، اونا قدرتش نداشتن. به هیچ صورت جز یک برنامه استخبارات جناب آقای خالد دیگه چیزی بوده نمیدانه. در جریان جهاد استاد یاد ماست که ما در حوزه جنوب غرب بودیم که تمیسه بسمار خان، البته کار بخش فرهنگی بود. در اون وقت یکی از آوازخوانهای بسیار عزیز ما فعلا در واشنگتن است، برای سلام تقدیم میکنم، اقبال حسینی، یک کست برای مجاهدین خوانده بود، مثل کابل جان در گرفت دودش برآمد، عید وطن زای مجاهدت ای زن زما، کابل جان در گرفت دودش برآمد. و همین آهنگایی بود که میخواد و ما این آهنگ ها را در اون وقت در بین سنگرها نشر میکردیم، برای کسایی که با ما بودن در تین کار میکردن این آهنگ ها نشر میشد و این رویه میداد برای مردم. و در رابطه با گلبتین گفتین خداوند غریق رحمت کنه، خداوند غریق رحمت کنه سفیلا جان افضلی را، اونا مش میگفتن که در بین مجاهدین وقتی که می نشستیم که همگی میگفتن که اگر میخواین آرام باشین در حوزه جنوب غرب اجازه ندین که حزب اسلامی بیاید اینجا پایگاه بسازه، اگر پایگاه ساختین آرامش شما را از بین میبره. و تا سفیلا جان زنده بودن که خداوند غریق رحمتشان کنه، حزب اسلامی گلبدین و اونجا اصلا وجود نداشت و واقعا سنگرها آرام بود. به هر حال استاد من چیز زیاد است، سوال زیاد است، ولی در کل بین استاد که صحبت کردیم، از دین گفتیم، از ایمان گفتیم، از فرامین گفتیم، تاریخ شما بخشای تاریخ توضیح دادین از زنان بین، یک تعریف بسیار واضح و مشخص استاد از ایمان بدین. ایمان چی هست اصلا؟ ایمان یک تعریف به اصطلاح ما هم تعریف متداول و متعارفی را داریم که ما در قرآن داریم که ایمان و نمو یک باور قلبی است، یک باور قلبی است که به یک ذاتی که شما را آفریده، آفریدگار شما هست و قدرت است که به اصطلاح او را نباید انکار بکنیم و او کسی است که امروز این کره، این بچلای کائنات، این کهکشان ها همه به اصطلاح در جمله آفرینشی از واسه. ایمان این همی چیز است که ما با اون باید باور داشته باشیم، ایمان به قلب است. اما ایمانی را که ما اگر بخواییم که ایمان به اصطلاح فقهی، ایمان فقهی و ایمانی که ظاهر میبینه، ایمان درونی نیست، ایمان که متاسفانه ظاهری است و این ما را به جایم نمیرسوند. ایمان و نموز که در قلب باشه و قلب را به اصطلاح قبول کرده باشه و از طریق قلب در به اصطلاح انسان بتانه که او را در زندگی خود پیاده بکنه و آثار و تبعات شه هم خود آدم ببینه هم جامعه ببینه، اونو ایمان است. اما ایمان این نیست که ما در قلب خود باور نداریم، در قلب خود متزلزل هستیم، متشکک هستیم، شکوک داریم، اما در ظاهر برای فریب مردم خود مؤمن مطرح میکنیم، خود اهل ایمان مطرح میکنیم و چیزهایی را میکنیم که با خود ایمانم در تضاد است. چرا ایمان از لغت امن آمده جناب آقای خالد؟
ایمان از مصدر ادغاد امریشش امن است که ما در امن و سلامتی خودمون باشیم و از ایمان ما نه تنها ما در امن باشیم که جامعه در امن باشه، اما ایمانی که سبب امن خودمان هم نشود، سبب امن جامعه هم نشود، او دیگه ایمان نیست، او انتهای بی ایمانی است. و می خاطر است که آدمی که مؤمن است اینو در امن است، چون که خودش در امن بود از اثر امنیتی جامعه هم امن پیدا میکنه، افراد جامعه هم امن پیدا میکنه. اما امروز ما میبینیم که افرادی که به نام مؤمن و ایمان میه نه تنها خودشان در امن نیستن، جامعه هم از دست از اینا در امن نیسته. پس ما یارم من شخصا مؤمن کسی را میگم که اول خودش در امن باشه، پس آثار و طبعات مثبتی از او جامعه را در امن نگاه بکنه و ای جز کسی بوده نمیتونه که او در قلب خود امن را احساس کرده باشه. و ما با ظاهر امر اصلا باور ندارم و ظاهر امر اینمی چیزیست که ما امروز میبینیم که مؤمن ظاهری هستن، اهل ایمان ظاهری هستن، اونم درست و شلاق است و ضرب و شتم و دیگران. شما میبینین که هر لحظه با مجرده که شما کوچکترین حرف و لفظی از شما خطا میخوره شما تکفیر میشین و شما را مورد بسلا آزار و اذیت قرار میتن. و این همی ظاهر ایمان است، این ظاهر ایمان است که این بدترینش است، اما بدترینش است. تکفیر گفتین استاد، یک دفعه یکی از کسایی که فیلن در تورنتوس فکر میکنم در سال 96 بود یا 97 یک چیز از رادیو نشر شده بود، یک نفر یک صحبت کرده بود، بازی نفر رفت در مساجد تورنتو فتوای کفر مره داده بود دوستاد و گفته بود که سلمان رشدی دوم است فایدی آدم شما چی کنید تکفیر کنید چی جنجال های زیاد داد، ولی امروز فضل خدا که ما هستیم ولی اونا نیستن. استاد سوال به خاطر کردم که وقتی که طالب میگه که زنها روی خدا بپوشانند، زنها چشمای خدا بپوشانند که چشم یک مرد که افتاد ایمانش ضعیف میشه، به خاطر من این سوال کردم که ایمان چیست که اگر که اینا اقدر ایمان قوی و اعتماد به خود ندارن و وجودشان امن نیست به گفته شما، پس اینا چگونه پاسداران اسلام، پاسداران جهاد و ترویج کننده های دینی هستن که از دیدن یک صورت یک خانم اینا ایمانشان ضعیف میشه؟ پس وا با حالی کسایی که در غرب هستند و در اروپا هستند و هر روز بیرون میرن، پس اینا خود مطلق دیگه هر دو طرف به ایمان هستند. اما خود قرآن به اینا اشاره میکنه که اول خود همین مرد خطاب میکنه، خود قرآن در سوره نور آیه 30 خداوند اونجا میفرمه که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک اذکالهم ان الله خبیر بما یصنعون. در اینجا اول خطاب به مرد است، به مرد است که قل بگو ای پیامبر للمؤمنین، برای کسایی که مؤمن هستن، یعنی کسایی که ایمان قلبی دارن، یغضوا من ابصارهم و همون چشم فروهشتن است، مسئله چشم فروهشتن است که همون نگاه هاییش را که شهوت آلود است، غرض آلود است، او را بر بگیرن، او را نگاه بکنن. این آیه مبارکه هم نشان میده که روح زن چیز نیست، جناب آقای خالد، روح زن صورت زن عورت نیست، یه زمین آیت هم بیرون میشه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، به مردان مؤمن امر است که از اون نگاه های جلوگیری بکنن بر زنان، در مقابل زنان، که این نگاه مرد که او غرض آلود است و شهوت آلود است، این نگاه های خود را بگیرند و چشم فروشتن را تمرین بکنند، ممارست بکنند و یحفظ فروجهم و جاهای خاص خود را حفظ بکنند. اول برای مرد خطاب میشه، ذلک از کال هم ای برشون پاکیست، این الله خبیرون بما یصنعون، خداوند خبیر و آگاه است که همین مرد در ذهن خود چی نو تصویر پردازی میکنه. یصنعون از واژه صنع آمده در عربی، یعنی ساختن. این انسان در ذهنش وقتی که زن میبینه در روی بازار و سرک، خداوند میگه که شما تصویر پردازی نکنین در ذهنتان وقتی که زنان را میبینین. از این آیه مبارکه کاملا صراحت داره که روی زن عورت نیست، زن رویش باز است و مرد دیده میتونه. و به خاطر خطاب اول خدا برای بنده هایش، برای مردم هم است که شما خود نگاه کنین، با وی طالبا شما خودتون اول باید خود نگاه کنین. روی زن ممنوع نیست، چشم تو ممنوع است که تو چشمت ممنوع کو، تو نبی برزو، تو مثل یک انسان برزو ببی،
مثل یک موجودی که به اصطلاح که با معنویت و با کرامت هستی برای دو. چرا با مثلا گفته شما اقدر تو بیمان و ضعیف و نفس هستی با مجرد که زن هم میبینی اولین چیزی که ان الله خبیر به ما یصنعون در ذهن تو تصویر پردازی صورت میگیره از زن. تو چرا به خوبی های تقوی زن نگاه نمی کنی؟ چرا به دانش زن نگاه نمی کنی؟ چرا به ظرفیت علمی زن نگاه نمی کنی؟ چرا با ظرفیت اقتصادی زن نگاه نمی کنی؟ چرا با ظرفیت ساخت و ساز زن در درون اجتماع نگاه نمی کنی؟ که آنن میایی به طرفی فقط یک بود زن نگاه می کنی؟ بنی خاطر است که آیه مبارکه در اول انسان مرد را مکلف می کنه که زن به او نگاه نبی، زن به عنوان یک دانشمند ببی، به عنوان یک خواهر ببی، یک مادر ببی، یک معلم ببی، یک مهندس ببی، یک پروفیسر ببی، یک فیلسوف ببی. بعد از آیه مبارکه بعدیش است که قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. اما این طالب ها گفتی شما اینا چون بر خود مسلط نیستن، چون میدانن که مسلط نیستن بر خودشان، بیان شما زنها روایتان اپت کنین در خانه باشین. این خلاف قرآن است. همین آیه مبارکه که ما براتون تلاوت کردم کاملا دستور است که روی زن منع نیست. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. دیگه آیه مبارکه الا ان کلمه من تبعیض است، به معنی ازی که اونجا روی زن واز است، پت نیست، عورت نیست. از قدر نمیش چرا خدا میگه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. و این واضح روشن نشان میده که زن میتونه درس بخونه، میتونه در بازار گشت گذار بکنه، و این مرد مکلف است که باید خوده به اصلاح نگاه بکنه، ضعفش به اصلاح ضعف جنسی خوده، ضعف اخلاقی خوده، این سبب نسازه که زن برای در خانه بشینه. تو خوده قوی بساز، خوده متقوا بساز، خوده متقی بساز. گفته شما در این کشورهای غربی، در این کشورهای غربی حالا اونا خوب شما میبینین، دیگران میبینن، کلی میبینن که اینجا خود جامعه لبرال آزاد است. خیلی به اساس باشه یک جامعه حیوانی باید باشه دیگه. دقیقاً دقیقاً استاد. خب استاد مو در یک وقت ما یک ما خوی بعضی وقتا که فرصت پیدا شه بعضی آهنگ هم ثبت میکنم، موسیقی هم گاهگاهی خوش دارم. یکی از آهنگایی که ما ثبت کرده بودم این بود که بسوزی طالب در بگیری که سوختی خانه شادی مردم، اگر باشی تو طالب وارث دین، گذشتم من از این مکتب و این دین. استاد جهان سپاس از این که با ما بودین، بحث بسیار جالبی بود. البته در آخر شما مسئله یاد کردین، ما به یاد کتابی افتادم که در دهه 80 در ایران خوانده بودم که از شاهین شاهینفر بود که خمینی و کتاب ها رو پس دوباره به اصلاح قطعن کرد و جمع کرد، مصاحبه زیر نام مصاحبه با خدا، که در همون جمعی بحث بسیار بسیار خوبش آورده بود که مردها همیش فکر میکنن که مبرا هست تمام جنجال ها و تمام گپ ها، اصلا این زن است که باید همیش محکوم باشه، در حالی که مرد بیشتر از زن میتونه محکوم باشه. که یک بحث است که در بحث های بعدی باز انشاءالله با شما این مسئله رو طرح میکنیم. ممنون از اینکه بابا بودین استاد، تشکر از وقتتان، تشکر از محبتتان با شما، تا برنامه بعدی خدا حافظی میکنم. زنده باشین، سلامت. یک یه دارم تشکر، سلامت باشین. زنده باشین، سلامت، سلامت باشین. صحبت بود با جناب محترم استاد سید مسعود بدش، استاد دانشگاه.